بسم الله الرحمن الرحیم. در ماه خدا که ذره خورشید شود، دیدار شما مایه امید شود. ماه رمضان رسید و ان شاء الله با رؤیت صاحب از زمان عید شود. ان شاء الله. رهبر فرزانه ام سلام. علیکم السلام. این سلام سلام قلب ساده و کوچکی است که هزاران قلب تپنده را با خود به همراه آورده و آمده تا عرض ادب و ارادتشان را به شما ابلاغ نماید و بگوید که دختران شما در جامعه الزهرا به پاس نعمت انقلاب اسلامی و رهبری مقتدر و خردمندش سجده شکر به جامی آورند و برای تداوم این عطیه الهی و توفیقات روزافزون رهبر عزیزشان دعا می کنند. رهبری هوشمندانه حضرت عالی در کوره راه ها و ترسیم افق روشن آینده انقلاب با بیانیه گام دوم بذر امید را در دل همه ما فرزندان ایران اسلامی به جوانه نشانده و عزم ما را برای تلاش و همتی بیشتر جزم کرده است. عنایت شما به جوانان انقلابی و حوزه های علمیه و به طور ویژه حمایت‌های حکیمانه و دلسوزانه شما از جامعه الزهرا و تأکید بر استقلال و در عین حال محوریت این حوزه و الگو بودنش برای سایر حوزه‌های علمیه خواهران موجب شده تا مسئولین و طلاب این مجموعه با همتی مضاعف و گامی استوارتر در مسیر اجرای آرمان‌های انقلاب قدم بردارند. در این فرصت صمیمانه ترین تشکر قلبی خود و تمام مجموعه جامعه الزهرا را به شما ابلاغ می کنم و خرسندم اعلام کنم که این مؤسسه به فضل الهی توانسته است در راستای تحقق منویات حضرت عالی مبنی بر تربیت بانوان فاضله و عالمه در مقاطع عالیه حوزوی به توفیقات ارزشمندی دست یابد. به عنوان مثال از بین فارغ التحصیلان سطح 4 طی برنامه‌ای منسجم و تحت نظر اساتید عالی در یک دوره تکمیلی به تربیت بانوانی اندیشمند، وارسته و مجتهد اقدام نموده است. سهم زنان در بازآفرینی تمدن اسلامی و الگوسازی برای بانوان با حضور فعال، عالمانه و با بصیرت در عرصه‌های علمی و اجتماعی از یک سو و از سوی دیگر ایفای نقش همسری و مادری به نحو شایسته با تربیت فرزندانی مؤمن و تلاشگر دوچندان است. اصلاح سبک زندگی و احیای هنجارهای اسلامی در کانون خانواده ها از وظایف خطیری است که زنان می توانند با انجام آن در تحقق آرمان بزرگ انقلاب اسلامی سهیم باشند. از آنجا که رسالت یک بانوی عالمه، مؤمن و متعهد، جمع شایسته میان وظایف خانگی و تکالیف علمی و حوزوی خود و ایفای نقش فعال و تأثیرگذار در اجتماع می باشد، لازم است برای تحقق هرچه بهتر این رسالت و ارائه الگوی جامع زن مسلمان در سیاست‌ها و برنامه ریزی‌های آموزشی، پژوهشی و تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران امور زیر را مورد توجه قرار دهند. یک، تبیین الگوی خانواده محوری به صورت شفاف و کاربردی به نحوی که قابل جمع با فعالیت‌های علمی و اجتماعی باشد. دو، تبیین وضعیت بحرانی زن و خانواده در غرب به صورت مستند و نقد سبک زندگی زن غربی و ارائه سبک زندگی مطابق با موازین اصیل اسلامی. سه، ملاحظه و توجه دقیق و متناسب به اقتضاعات جنسیتی بدون کاستن از کیفیت و تعمیق مباحث علمی. چهار، کاربردی کردن علوم و پژوهش‌ها با توجه به نیازهای امروز جامعه زنان. پنج، آینده نگری و رصد نیازهای آینده اجتماع و تلاش برای تولید محتوای علمی متناسب با آن نیازها. و در نهایت بررسی الگوهای غیر بومی وارد شده در حوزه و تلاش برای باز تولید الگوهای اصیل حوزوی با
با تحفظ بر سنت‌های اصیل حوزه در عین بهره‌گیری از تکنولوژی و علوم مدرن. هرچند جامعت الزهرا و سایر حوزه‌ها برای تحقق راهکارهای فوق تلاش قابل توجهی داشته‌اند، اما اذعان داریم که هنوز تا دستیابی به قله‌های مورد انتظار راه زیادی باقی است و برای رفع فاصله میان بایدها و واقعیتها علاوه بر الطاف الهی همچون گذشته محتاج عنایت ویژه شما و بیش از گذشته نیازمند حمایت مسئولین محترم می باشیم و البته همت و تلاش مضاعفی می بایست تا بتوان گام‌های بعدی را سریع‌تر، استوارتر و اثرگذارتر برداشت انشاءالله. امروز به حمد الله مبلغین جامعت الزهرا در سراسر ایران و عرصه‌های بین الملل حضور فعال و اثرگذاری دارند، اما این حضور می تواند بسیار قوی تر باشد. به عنوان مثال با توجه به ابلاغ سند تحول آموزش و پرورش و ضرورت اجرای آن برای تربیت نسلی توانمند، جامعت الزهرا آمادگی کامل دارد تا با همکاری بیشتر با آموزش و پرورش و آموزش عالی برای تحقق و اجرای آن مشارکت نماید. علاوه بر این مهم، فارغ التحصیلان سطوح عالی جامعت الزهرا که علاوه بر تحصیل علوم دینی، دوره‌های مهارت افزایی تربیت مدرس، تربیت کارشناس مسائل اعتقادی، فقهی، مشاوره و تبلیغ را در این مؤسسه گذرانده‌اند، این توان و قابلیت را دارند که در نهادهای تصمیم ساز کشور، کمیسیون‌های تخصصی، سازمان‌های فرهنگی و اجتماعی در عرصه زن و خانواده حضوری فعال داشته و جهت تحقق اهداف عالیه رهبری و نظام حرکت کنند. و امیدواریم مسئولین محترم سازوکارهای لازم را جهت بهره‌گیری از این ظرفیت فراموش شده فراهم آورند. درد دلی هم به عنوان فردی کوچک از جامعه بزرگ ملت ایران با نهاد حوزه می‌خواهم بیان کنم. دردی مشترک که مدت هاست همچون بغض در گلو خاطر متشرعین دغدغه‌مند را مکدر ساخته و قصه‌اش قلب‌ها را آزار می‌دهد. اکنون که دشمنان انقلاب می‌کوشند با گسترش هنجارشکنی در زمینه حجاب و عفاف، سلامت جامعه، سبک زندگی و اعتقادات مردم را مورد حمله قرار دهند و در زمانی که رهبر عزیزمان فرمان آتش به اختیار داده، انتظار از حوزه که متکفل هدایت مردم می باشد این است که بیش از گذشته در حرکتی جهادی و با تعامل بیشتر و صمیمی‌تر با مردم فطرت پاک و خداجوی آنها را بیدار کند و با ارائه راهکارهای عملیاتی و با همکاری دولت و نهادهای مرتبط در حل این معضله هرچه سریع‌تر چاره اندیشی کند. و سخن آخر این که دعای خیر شما هموار کننده مسیر حرکت ماست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. صلی الله علی محمد و آل محمد.